سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای یک فال خاص. این فال متعلق به عزیزان عضو کانال هست، دوستانی که عضو کانال هستین و اون دکمه عضویت رو فشار دادین و نه تنها عضو کانال هستین بلکه این ویدیو رو لایک میکنین یا ویدیوهای دیگر رو لایک میکنین. به هر حال لایک کردن این ویدیو یکی از الزامات این به قولن انرژی خانی هست. دوستان عزیز، چرا من این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه عزیزانی هستن که زحمت میکشن، میان فال ها رو نگاه میکنن، عضو کانال هستن، لایک میکنن و من وظیفه خودم میدونم که در ازای اون برای شما یک بقولن انرژی بذارم که بتونه به زندگی شما کمک کنه. با این تیراژ، با این انرژی خانی باعث میشه که در دامنه های مختلف زندگی شما، دامنه مالی، دامنه کاری، قضایی، اداری، هر چیزی که در اون هستین، اینجا دامنه احساسی شما، این وسط رابطه شما با یک شخص، با یک فرد خاص، زندگی روزمره شما و از نظر درونی. و با این کارت ها من بر دور شما یک محافظ میکشم که از شما محافظت کنه در مقابل انرژی های منفی. دوست عزیزی که داری نگاه میکنی، اگر عضو نیستی عضو بشو و لایک کن، وگرنه این انرژی برای تو نیست، برای که نیت کردم فقط برای یک سری از افراد خاص باشه، افرادی که عضو هستن و افرادی که لایک میکنن این ویدیو رو. شما میتونین دوستان توجه کنین، هر دفعه که احساس میکنین که انرژی شما پایین اومده نگاه کنین. من این رو در پلیلیست پاکسازی میذارم براتون، یک هدیه هست که از انرژی خودم، از قدرت خودم استفاده میکنم برای دوستانی که واقعا اینجا در کنار من هستن، وظیفه خودم میدونم. اگر میتونین یک شمع واسه خودتون روشن کنین یا یک عود روشن کنین، اگر ندارین هیچ اشکالی نداره دوستان. و اینکه برای که من روشن کردم اینجا، و مسئله دیگه این هستش که واقعا دوستانی که افرادی که میان نگاه میکنین و نه عضو هستین و نه هم عضو باشن هم لایک کنین، و اینا در غیر این صورت برای شما به هیچ عنوان نیست و من میبرم انرژیم رو از این دست افراد. خب ببینیم که چه خبر هست. من یک موسیقی پاکسازی رو هم زیر میذارم که با که این ته باشه برحال، و اینکه شروع میکنیم به ریختن کارت ها. ازتون خواهش میکنم عزیزان دل که اگر اعتقاد ندارین، اگر که به این مسئله باور ندارین، همین الان ترک کنین این ویدیو رو، برای که به درد شما نمیخوره. خب ببینیم با هم دیگه قسمت مادی رو. من از قسمت مادی شروع میکنم و کارت ها رو میریزیم برای دوستان که عضو کانال هستن و لایک میکنم. دوستانی که عضو کانال هستن و لایک میکنم، من انرژی ها رو به صورت عادی نمیخونم دوستان، انرژی ها رو در جهتی میخونم که برای شما بهبودی به بار بیاره و پاکسازی انجام بده.
امیدوارم همه کارت ها، من یه مقدار شمع‌آورتر میذارم اینجا، میذارم که جا برای همه کارت ها باشه. میریم سراغ قسمت اول. از قسمت کاری شروع میکنم، کاری اداری قضایی. دوستان بازم تاکید میکنم من کارت ها رو به صورت عادی نمیخونم. بریم ببینیم که و میریم سراغ کارت‌های احساسی. این برای آرامش درون شما، حال شما از نظر درونی. و این برای رابطه شما، استحکام رابطه شما با شخصی. دوستان شخص خاصی، هر کسی میتونه باشه، شخص خاصی اگر میخوای رابطتون با اون شخص مستحکم تر باشه.
و از کارت های کیپر استفاده میکنم برای زندگی روزمره شما دوستان. و در آخر برای محافظت از شما، این کارت ها از شما محافظت خواهند کرد، مثل یک حبابی که دور شما خواهند بود دوستان. از تمام انرژی های منفی این کارت ها از شما محافظت خواهند کرد. خب عزیزان دل، من کارت ها رو ریختم و آماده هستیم برای خواندن کارت ها. دوستان عزیز، اگر اتفاقی شما با این ویدیو مواجه شدین، بدونید که اتفاقی وجود نداره. من از راهنماهای نورانی، از موجودات نورانی میخوام که الان اینجا و الان در همین لحظه که من دارم برای شما انرژی خوانی میکنم، تمام انرژی های منفی از زندگی شما ذوب بشن، غیب بشن و برن. شروع میکنیم دوستان عزیز با قسمت مالی. فقط کارت های بسیار بسیار زیبا اینجا من توی قسمت دارم میبینم دوستان، توجه کنید. مجبور هستم این کارت رو مقدار پنهان کنم به خاطر اینکه یوتیوب ممکن استش که این ویدیو رو قطع کنه دوستان. توجه کنید عزیزان دل، کائنات به سمت شما یک عشق خیلی 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 بزرگ دارن میفرستن. ببینین، فراوانی دارن به سمتتون میفرستن دوستان عزیز. از نظر مادی از این به بعد ببینین، یک موجود نورانی که اون بالا هست دارم میبینم که شما رو در آغوش گرفته اینجوری، و این هستش که شما از شما محافظت خواهد کرد. باز هم توجه کنین، این دوتا کارت به من این حرفو میزنن دوستان که زندگی مالی شما تحت کنترل نیروهایی هستش که اون بالای ما، بالاتر از ما هستن، و ببینین نیروی معنوی هست اینجا هم به همین صورت هست. پس زندگی مالی شما از این به بعد دوستان توجه کنین وارد یک فاز جدید خواهد شد، و اینکه دارم میبینم که اینجا حتی برای یک سری از عزیزان احساس میکنم که شما خودتونم حس میکنین دوستان که مسائل زیبا و روشن و نورانی در راه هستن. ببینین این چیزی که میدرخشه، این چرخی هست این پشت سر این شخص، چرخی که برای شما داره نور و فراوانی رو به سمت شما میکشه. پس از این به بعد زندگی مالی شما، شما رو به یک آسودگی خواهد رساند و حال شما رو خوب خواهد کرد. دوستان اینجا حرف از هماهنگی و مسائل زیبا میزنه دوستان، توجه کنین. من احساس میکنم که باز هم حرف از نیروهای ماورای طبیعی میزنه که در زندگی شما کمکتون خواهند کرد که اون جایی که ناهماهنگی هست هماهنگی به وجود بیاد. انگیزه شما رو دارم میبینم و اینکه بهبودی شرایط مادیتون رو دارم میبینم، زیبایی زندگی مادیتون رو دارم میبینم.
همینجا دوستان عزیز بلاخشون من چاکرای گلوم باز هم میگیره وقت برای یک زمانی وقتی احساس میکنم یک سری شما عزیزان دل احتیاج دارین حرف بزنین روی یک سری از مسائل، چاکرای گلوی من میگیره. اینجا توجه کنین دوستان، من الان ازتون خواهش میکنم که نیت کنین هر مقدار مادیاتی که احتیاج دارین برای زندگیتون که وارد زندگیتون بشه، خب همین الان اینجا دوستان نیت کنین. دارم میدم برای که ببینین شما دوست داشتنی هستین و این ببینین یک موجود نورانی در کنار شما هست اینجا به همین صورت دوستان عزیز، و اینکه کائنات در کنار شما هستند که آنچرا که باید و شما نیاز دارین بهتون برسه، به سمتتون برسه. این بودایی که اینجا هست ازتون خواهش میکنم چشماتون رو ببندین همینجا همین الان. اگر میخواین ویدیو رو روی ایست بذارین و ببینین چه مبلغ پولی برای زندگی خوب برای خودتون احتیاج دارین، این کارت شاید به شما داره میگه مشکلات مالی اگر در زندگی شما وجود داشته باید روش فکر کنیم، ببینید چه چیزی رو باید از زندگی خودتون، نه تنها مادیاتو میگم، از زندگی خودتون رها کنید، چه انرژی رو باید از زندگی خودتون ببرید. پشت کارت ها رو دوستان توجه کنید، اینجا وقتی من نگاه میکنم باز هم توجه کنید کارت یکی از کارت های به قول معروف پر از رمز و راز این دسته کارت های سیمبولون هست که حرف از به اینجا کیمیاگر یا جادوگر هستش. بس آنچه را که بخواین به سمت خودتون میتونین الان جذب کنین، چشماتون رو ببندین و نیت کنین. من کارت توصیه ببینم چه توصیه به شما میکنین کارت ها. کارت ها بهتون توصیه میکنن که دوستان عزیز که ببینین تا حالا اگر که امکان نداشته ببینید بین یه فاصله بوده بین آنچه که شما می‌خواستین و آنچه که در اون بودین، در دو دنیای متفاوت بودین. خب ببینید چه چیزی واقعا به درد زندگی شما می‌خوره و چه مادیاتی رو شما می‌خواین. خب من احساس می‌کنم اینجا انرژیتون رو یک زمانی دوستان در ارتباط با مسائلی گذاشتین دوستان عزیز که شاید مادیاتتون رو که برای شما نبوده و برای یک سری‌ها به این صورت هستش که زندگی مالی شما دچار مشکل شده بوده. باز هم مجبورم کارت ها رو بپوشونم به خاطر یوتیوب. توجه کنید اینجا دست به دعا بودن دوستان، دعا کنید الان همینجا عزیزان دل که مادیات وارد زندگیتون میشن. این دقیقا همین کارت هستش. پس اگر این کارت بر شما داره میفته میگه دعا کنید همینجا اینجا و الان و تصور کنین چقدر مادیات میخواین وارد زندگیتون بشه که این فراوانی. ببینین کسی که داره دعا میکنه و فراوانی وارد زندگیش میشه و اون بالا ببینین داره به سمت اون بالا میره. خب دوستان این از این، بریم حالا سراغ قسمت به قول معروف کاری شما. ببینیم در دامنه زندگی کاری شما به چه صورت هست. شما خودتون دارین میبینین اینجا کارت ها رو دوستان. من احساس میکنم برای یک سری از شما عزیزان دل در دامنه کاریتون قدرت، پیروزی، موفقیت از آن شما هست. اگر تا حالا احساس خستگی میکردین، اگر تا حالا احساس ناتوانی میکردین، بدونین که دارم میبینم که مسائل توی زندگی شما، توی زندگی کاری شما، در زندگی به قولن اداری، قضایی، هر نیتی که دارین دارم اینم قدرت از آن شماست و موفقیت از آن شماست و دیده میشین. اونجایی که شاید فکر میکردین که شما دیده نمیشین و اینکه کارهایی که میکنین به چشم نمیاد، از این به بعد من دارم میبینم که این به چشم دیده میشین، موفقیت از آن شما هست. ببینید کارت درخشان خورشید اینجا، کارت قدرت، و حتی ممکن هستش که دوستان عزیز اینجا اون چیزهایی که توی دامنه کاری شما خیلی یواش داشتن پیش می رفتن، کاری، قضایی، اداری، هر چیزی که هست، از این به بعد دوستان عزیز دارم می بینم که شما با تسلط کامل و با قدرت کامل اینجا دارم می بینم که به موفقیت دارین می رسید. خوشحالی، خوشنودی دوستان، نور و برکت در زندگی کاری شما وجود خواهد داشت و از نظر جسمی و از نظر فکری و از نظر هر چیزی که من بهتون بگم دارم میبینم که یک
قدرت خاصی خواهین داشت دوستان، که شما هستین که موفقیت رو در آغوش خواهید کشید. خب قدرت و تسلط اینجا کلن از آن شما هستش. ممکنم هست برای یک سری دوستان شخصی کمکتون کنه در این راه، احتمالش هست، ولی شخصی که دارم میبینم که واقعا نورانی و شخصی هستش که اینجا مثل یک مرشد در کنار شما هست. ببینید باز هم کارت سرنوشت. سرنوشت از این به بعد دست شما نیست دوستان. من احساس میکنم ببینید باز هم کارت ستاره این پشت دوستان عزیز توجه کنید، سرنوشت در کنار شما هست. سرنوشت در کنار شما هست، از این به بعد در دامنه کاری شما شانس و بهبودی وارد خواهد شد. بسیار عالی و خوب دوستان. بسیار زیبا کارتا بدن. و حالا پس ایمان داشته باشین. ایمان داشته باشین دوستان که مسائل زیبا و قشنگ وارد زندگیتون دارن میشن. این چرخش انرژی هست، چرخش سیکل هست و اینکه از این به بعد همه چیز روان خواهد شد در زندگی کاری، اداری، قضایی شما، هر چیزی که هست. و اما بریم ببینیم با هم دیگه در ارتباط با زندگی احساسی شما دوستان عزیز، یا اینکه اول بریم با هم دیگه ببینیم که زندگی رابطه شما با شخص مورد نظرتون که هر کسی میتونه باشه، استحکام این رابطه. خب در این رابطه من چیزی که دارم میبینم دوستان عزیز برای شما واقعاً شکوفایی، واقعا زیبایی دارم میبینم دوستان. اونایی که ممکنه هستش که از هم سردی بین شما به وجود آمده و اینکه یک مشکلاتی دارین ببینین که سبک بالی به وجود خواهد آمد، من احساس میکنم که طرفین به هم دیگه فکر خواهین کرد و سعی خواهین کرد که این رابطه به سمت یک بهبودی کامل حرکت کنه، زیبایی کامل حرکت کنه. آنچه که سنگینی هست رو کنار میذاریم و آنچه که حال خوب هست رو بین خودمون میذاریم. تفکر متقابل به هم دیگه و اینکه من احساس میکنم چه شما و چه اون شخص افکاری به سمت شما خواهند آمد که بدونی که شما خودتون بخواین این بهبودی بین شما دوستان عزیز ایجاد بشه. پس استحکام، ببین گشایش در زندگی رابطه شما با این شخص رو من کلن اینجا دارم میبینم و سبکبالی و شادی شما رو دارم میبینم. هرچه سنگینیست رفته دوستان، توجه کنید اینجا فرزند سنگینی رو میبره. خب یک چیز ساده هستش، یک چیز روان هستش. خب و اینکه من احساس میکنم که مثل این روبایی که خودش رو در این آب داره میبینه و سایه خودش رو میبینه دوستان عزیز، توجه کنید. احساس میکنم که فکر شما در سر این شخص مثل سایه به سایه همراهیش خواهد کرد و همچنین اون شخص در ارتباط با شما، یعنی که من احساس میکنم که بهبودی فکر متقابل هست. همونجور که من بهتون گفتم دوستان عزیز، من این کارت ها رو به صورت کلاسیک نمیخونمشون، به صورت خاصی دارم میخونمشون، ولی به همون جوری هم که بهتون بگم به صورت خاص هم که بخوام بخونم، کارت ها خوب هستن، زیبا هستن. کارت ها حرف از گشایش، حرف از بهبودی شرایط و حرف از سبکبالی دارن میزنن اینجا برای من. خب ببینیم حالا در ارتباط با مسائل احساسی شما چه خبر هست دوستان عزیز. خب در مورد مسائل احساسی دوستان عزیز توجه کنین اینجا برای یک سری های از شما دوستان توجه کنین که دارم میبینم که در مورد مسائل احساسی اینجا یک استحکام وارد زندگیتون میشه. ممکن استش که یا شخصی هست یا اینکه میل شخصی شما هست، مسئله‌ای که داره به سمتش میرین. این کارت به وجود آوردن چیزی به صورت واقعی دارم میبینم.
به وجود آوردن چیزی در صورت واقعی یا شخصی هست یا خودتون هستین که میل بر ساخت و ساز با شما داره. قدرت شما رو و کاریزم شما رو در رابطه دارم میبینم و اینکه اقداماتی که شخص مورد نظر شما ممکن هست در ارتباط با شما انجام بده یا حتی شما انجام میدین و این در راستای برداشتن یک مسدودیت در زندگی احساسی شما هست. ببین دوستان عزیز، هرچی مسئولیت در زندگی احساسی هست، اونهایی که احساس میکنه یک مسئله دیگه واقعا فایده نداره و اینکه حال شما رو خراب کرده، ببینین دارم میبینم که این سنگینی ها هم از زندگی شما داره میره، شما جان دوباره دارین میگیرین، سر پا میایستین و اینکه یک مسئله واقعی به صورت بسیار زیبا و خوب توی زندگی احساسی شما داره به وجود میاد. از این حالت های قربانی بودن، اونهایی که هستی همه یه وقتایی عزیزانی میگن چلرمون افتاده، نمیدونم بستگی دارم، مسئولیت دارم، این مسئولیت ها از زندگی شما داره میره و یک نفر ممکن هستش که قدمی به سمت شما برداره و بخواد با شما بسازه. دوستان این در مورد زندگی احساسی شما هستش. اونجاهای زخم هایی که خوردین، اینجا من دارم میگم توسط این کارت ها تک تک این زخم ها ترمیم پیدا خواهند کرد و اینکه شما هستین که اون یه سری ها که احساس میکنین که دیگه به درد زندگی احساسی نمیخورین، این حس حال های بد از شما خارج خواهد شد. دوستان خب من میخوام ببینم که این کارت ها چه توصیه برای شما دارن. بهتون میگم که یک آمار بگیرین از اون نداشته هاتون توی زندگی احساسیتون. یک سریاتون بهتون میگن که ببینید کجای های زندگی احساسی شما کم افراط یا تفریط بوده، ولی بهتون میگن که باید منتظر میموندین تا لحظه‌ای برسه که شرایط درست بشه، شخص مورد نظر که چه ارز کنم، شخصی که باید و برای زندگی شما و در باشه وارد زندگیتون بشه، اون هم باید آماده میشده که شاید شما با هم دیگه مواجه بشین و اینکه به سمت این مسئله بهتر بریم. بهتون داره میگه همه چیز در راه هست. خب همه چیز در راه هست. خب و اما بریم ببینیم در ارتباط با زندگی روزمره شما دوستان عزیز. بسیار عالی و قشنگ دوستان، ورود برکت در زندگی روزمره شما رو دارم میگم برای شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنی. ورود برکت و رحمت در زندگی روزمرتون، هر چیزی که دارین دست بزنین، ورود تعادل در زندگیتون. توجه کنید، من احساس میکنم در روزمرتون اگر با کسی شما برخورد کنید، توجه کنید، احساس میکنم یک نفر روی شونش نشسته در گوشش اینجا داره حرف میزنه که با این خوب باش، با این متعادل رفتار کن. ببینید نمیدونم یک موجودی هست که در گوش اون یکی داره صحبت میکنه. هر با افرادی که مواجه خواهین شد، دارم میگم در رفتارشون باهاشون متعادل به وجود خواهد آمد. این طاووس زیبا رو ببینید دوستان که از توی پنجره داره به شما نگاه میکنه. به اینجا برگشت تعادل در زندگیتون، برگشت برکت و رحمت در زندگیتون دوستان، در هر کاری که انجام میدین و فراوانی در زندگی شما من اینجا دارم میبینم عزیزان دل. جالبه بدونید که من یه وقتایی یه کارت ها رو با شما یه چیزایی رو در میابم، یعنی که توجه کنین اینجا من این موجودی که در گوش اینو داره صحبت میکنن رو دارم تازه نگاه میبینم و این تابوس، و وقتی نگاه میکنم بین افراد یک موجود دیگه اینجا نشسته و داره اینا رو نگاه میکنه. میبینین مثل بقیه نیست، انسان نیستش، بس شما محافظت شده هستیم، روزمره شما محافظت شده هستش و موجودات نورانی در کنار شما هستند و اینکه از شما محافظت خواهند کرد. دوستان بسیار زیبا، خیلی خوشم اومد از این کارت. و اما بریم ببینیم از نظر درونی شما. بسیار عالی. ببین دوستان عزیز، از نظر درونی من دارم میبینم اینجا یک سر شما برگشت تعادل درونیتون دوستان، برگشت تعادل بین اینکه ببینین اگر حالتون خوب نبوده این اواخر مسائل دارن درست میشن،
خب اگر با دیگری یا دیگرانی مشکلاتی داشته ببینین، من احساس میکنم این شما هستین که بزرگ هستین، بزرگتر میشین و اینکه این شما هستین که جایگاه هر کسی رو به دیگری میدین توی زندگی درونی خودتون و جایگاه خودتون رو در درون خودتون در میابین. من کی هستم و اینکه در ارتباط با دیگران و در ارتباط با دنیای درون خودم چه جایگاهی رو دارم. ببین یه وقتایی هست که ممکن است یک سری از شما دوستان عزیز به خاطر دیگران یا رفتار دیگران هستش که حال ما خوب نیستش. اینجا برقراری تعادل دارم براتون میبینم. ممکن استش که در این راه کسی کمکتون کنه که این بر تعادل در درون شما هم به وجود بیاد، ولی به هر حال هر چیزی که هستش از این به بعد قدرت اون رو دارین که ارجحیت‌های خودتون رو مشخص کنین و احساسات منفی رو ایست بهش بدین، جلوش رو بگیرین. خب این شما هستین و این قدرت شما رو دارم میبینم. ببین یک قدرت خاصی رو در شما میبینم، یک نترسی و جرأت رو در شما دارم میبینم، شهامت و شجاعت رو میبینم، همه چیز رو با هم میبینم. خب و اینجا دارم میبینم از نظر درونی کارت خیلی بامزه‌ای هستش، همین که یه کارت نرمی هستش. خب همین که نیم میخوام اشتباه کنم، ولی من هم خواب و رویاهایی رو دارم. بیش از پیش به خواب و رویاهای خودتون باور دارین دوستان عزیز، اوکی؟ و اینکه پس بنابراین برقراری تعادل، جایگاه خودتون رو در درون خودتون مشخص کردن و جایگاه دیگران رو به دیگران دادن، من مسئول دیگری نیستم، جرأت کردن، ببین کاریزما داشتن، باور داشتن، اعتماد به نفس داشتن، دوستان همه اینها رو من در درون شما دارم میبینم. خب این بسیار عالی. ببینیم که چه توصیه کارت ها برای شما در این ارتباط دارن دوستان. من کارت براتون میکشم. واو، میگه به راهتون ادامه بدین همینجوری. کارت ها بهتون میگن شما چه بخواین چه نخواین تا بی نهایت دارین پیشرفت میکنین، پیشرفت دارین میکنین. پیام کارتا برای شما این هست. و اما بریم حباب، نه که بازش کنم، این حباب محافظت از شما رو با هم دیگه نگاه کنیم دوستان. ببینین اوکی، بسیار زیبا و قشنگ شما رو محافظت میکنن از هر چه سختی هست، از شما محافظت میشه از آنچه براش تلاش کردی، نه که براش، از آنچه برای اونچه که تلاش کردین، زحمت کشیدین و به نتیجه رسیدن. از سختی ها دوستان، باز هم موجودات نورانی در کنار شما هست، کائنات در کنار شما هست. اینجا این جغد یکی از سمبول های برحال متافیزیکی هست و همچنین میتونیم اینجا این پلنگ هست که دارم اینم حرف از قدرت به شما قدرت میدم و درایت میدم و در کنار شما هستند که آرامش داشته باشه. این کارت، کارت آرامش و صلح، ورود صلح و آرامش به زندگی شما دوستان عزیز. و اینجا دارم میبینم که آنچه را که دارین میسازین درست حسابی، شاکرای ریشه قوی اینها را دارن برای شما به سمت شما میارن و در این حباب شما هستین. عزیزان دل، امیدوارم که بعد از این انرژی خانی حال شما خیلی بهتر شده باشه. اونایی که احساس میکنین که حالتون آنچنان خوب نیست، اونایی که نگاه کردین برای جذب این شانس، ثروت، عشق، بهبودی شرایط زندگیتون، از این امیدوارم بعد از این انرژی خانی حس کنین این مساعد رو. و اینکه دوستان عزیز، من خیلی خوشحالم که تونستم این کار رو انجام بدم. برای من یه مقدار به حال انرژی خانی هستش، انرژی میگیره، ولی خیلی خوشحال هستم که این هدیه رو تونستم به اعضای کانال هدیه کنم. من روی ماهتون رو میبوسم. شاد باشین، خوشحال باشین، شما محافظت شده هستین. هر موقع که احساس کردین که انرژی شما پایین هست، مشکلی دارین، حتما این ویدیو رو نگاه کنین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روز